امروز به استحضار حضرت‌عالی برسونم که 6 طرح بزرگ صنعتی مدنی در 3 استان کشور به بهره‌برداری میرسه، 2 طرح بزرگ معدنی در استان فارس با هدف تولید گندله آهن به میزان 3.5 میلیون تن و میزان 1.8 میلیون تن آهن اسفنجی به بهره‌برداری میرسه که مجموع سرمایه‌گذاری‌ها تو این طرح بزرگ معدنی حدود 5000 میلیارد تومان هست. با اجرای این دو تا طرحی که تو استان فارس انجام می‌شود، مجموع ظرفیت تولید گندله آهن به حدود 56 میلیون تن بالغ میشه و مجموع تولید ظرفیت آهن اسفنجی به 36.8 میلیون تن، یعنی 3.5 میلیون تن، 1.8 میلیون تن به بهره‌برداری میرسه. یک طرح صنعتی به نام شهدینه آران هشت بهشت در استان اصفهان به حضور معاون محترم طراح برنامه و استاندار محترم اصفهان به بهره‌برداری میرسه که با سرمایه گذاری بالغ بر 540 میلیارد تومان و اشتغال زایی 300 نفر این تر به تولید 95 هزار تن انواع گلوکوز، گلوتن و نشاسته میپردازه. استان پهراور، سیستان و بلوچستان که از سال گذشته برنامه های ویژه برای توسعه منطقه شرق به فرمایش حضرت آقا مطرح بود، توسعه سواحل مکران، و امروز دیدید که مطالبه به حق ایشون و مردم منطقه راه اندازی طرح ریسندگی بافت بلوچ هست. این طرح بعد از سال 94 که اول بعد از سالیان طولانی توقف به دلیل اون حادثه آتش سوزی سال 94 به دستور حضرت عالی این طرح اجرا شد، آغاز عملیات اجرایی شد. امروز فاز اول ریسندگی رو ما با 200 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری به بهره‌برداری می‌رسونیم. البته درست بعد مشابه فولاد، بهترین مدل تولید استفاده و تکمیل زنجیره‌های تولید هست. مجوز کشت پنبه توی این منطقه که از سال 53 به دلیل آفت و کرم سرخ متوقف شده بود و از وزارت محترم جهاد کشاورزی گرفتیم، جای تقدیر و تشکر داره از مسئول وزارت جهاد کشاورزی. در مرحله دوم اجرای طرح جناب آقای دکتر روحانی در صددیم که سازمان گسترش که زحمات بهره برداری این طرح رو کشیدن با همکاری بخش خصوصی بیان و واحد بافندگی رو راه اندازی بکنه و همینطور زنجیره به زنجیره به سمت حلقه آخر، یعنی بحث رنگرزی، بحث چاپ و انشالله یک حلقه زنجیره نساجی و پوشاک تو منطقه ایران شهر شکل بگیره. یک عزم جدی برای راه اندازی بندر چابهار از طریق وزارت صنعت با دستور حضرت عالی و تشکیل جلسات متفاوتی که در محضر آقای دکتر نهاوندیان داشتیم شکل گرفت. میزان پهلوگیری کشتی‌ها در بندر چابهار به 2 برابر، و جالبه بدونید که این 3 ماهه اول سال 99 بیش از 100 هزار تن کالا بیش از کل سال 98 در بندر چابهار پهلوگیری کرده. با عرض سلام خدمت جناب رئیس جمهور محترم آقای دکتر روحانی، من از پرسنل قدیم این کارخونه هستم و متاسفانه از سال 1387 که این سالون سرگی ما آتش گرفت، ما با مشکلات زیادی مواجه بودیم که الحمدلله با منویات مقام معظم رهبری و پیگیری های جنابالی و دوستان شما در وزارت صنعت معدن تجارت و همچنین سازمان گسترش و نوسازی ایران، الحمدلله امروز من میتونم به شما این قول بدم که سالون ریسندگی ما به تولید خودش رسید و الحمدلله ایجاد اشتغال خیلی خوبی تو منطقه ما ایجاد شد. خیلی ممنون از اینکه جنابالی و کارگران عزیز امروز خوشحال هستند که بخش ریسندگی به صورت مدرن فعالیت خودش رو آغاز میکنه و انشالله امیدواریم در مراحل بعد ما شاهد بخش بافندگی و همچنین بخش رنگرزی و چاپ هم باشیم به طور کامل. من تشکر میکنم از جنابالی که در واقع در دولت جنابالی مشکل منطقه آزاد چابهار که 25 سال از عمرش میگذشت و مرز هوایی دریایی زمینی نداشت، طرح توسعه منطقه آزاد چابهار پیشنهاد شد، مجلس شورای اسلامی تصویب کرد. الحمدلله به جهت این اقدام خوب امید بسیار فراوانی برای آن بخشی که عنوان صنعتی در منطقه آزاد چابهار بود فراهم شده. البته بازرگانی و تجارت هم که مزیت استان هست حتما مؤثر خواهد بود و کمک خواهد کرد به مزیت های استان که در طرح آمایش سرزمین معدن یکی از مهمترین مباحث استان هست که در استان مطالعات 85000 کیلومتر مربع بر 135 پهنه معدنی انجام شده. گزارش بسیار خوبی دادید، گزارش امیدوار کننده بود و از اینکه در جمع شما هم فاصله گذاری به خوبی
مراعات شده و هم استفاده از ماسک. از همه عزیزان من تشکر میکنم و امیدوارم در سراسر استان سیستان و بلوچستان و سراسر کشور در شرایط فعلی که داریم توجه کافی بکنن به همه دستورالعمل‌های بهداشتی. به نام خداوند بزرگ و با توسل به روح مطهر پیامبر و ائمه اطهار و به برکت ماه پربرکت ذی‌قعده که ماه پربرکت حج هست، طرح تولید نخ پنبه‌ای صنایع بافت بلوچ، فاز اول طرح بازسازی مجتمع انبارهای مکران و طرح توسعه انواع قوطی‌های فلزی کنسرو کنارک رو افتتاح بفرمایید. علی برکت الله. این پروژه که یک مگا پروژه عظیم هستش، در واقع متشکل و مشتمل بر چهار فاز یا چهار مرحله هستش. واحد فولادسازی یا همون تولید شمش به میزان 1.5 میلیون تن، سرمایه گذاری 69 میلیون یورو و 150 میلیارد تومان که در سال 1399-92 به بهره برداری رسید و در سالهای اخیر به همین مناسبت و در همین راستا این شرکت عنوان صادرکننده نمونه استان فارس معرفی شد. میزان اشتغال در این فاز 1193 نفر و اشتغال غیر مستقیم با فرض 10 نفر، اگرچه 17 نفر در نظر میگیرند، حدود 12000 نفر. فاز دوم یا واحد بعدی، واحد آهن اسفنجی به ظرفیت تولید 1.8 میلیون تن، میزان سرمایه گذاری 139 میلیون یورو و 199 میلیارد تومان، سال شروع و بهره برداری. شروع و کلنگزنی پروژه در فروردین ماه 1396 به دستور جناب آقای رئیس جمهور انجام شد و یکی از بهترین پروژه هایی که در فرصت زمانی، از لحاظ فرصت زمانی، دو مجموعه عظیم رکورد زد امروز و یه چنین مجموعه عظیمی در کمتر از 3 سال به بهره برداری کامل رسید. میزان اشتغال در این واحد به شکل مستقیم 1870 نفر و غیر مستقیم بیش از 20000 نفر. واحد سوم واحد گندل سازی و کنسانتره هستش. ظرفیت گندل کنسانتره ما حدود 2.5 میلیون تن و گندل سازی 3.5 میلیون تن. میزان سرمایه گذاری 141 میلیون یورو و 200 میلیارد تومان. سال شروع و افتتاح این پروژه باز بر همون پروژه قبلی، شبیه پروژه قبلی، در فروردین ماه 1396 با دستور ویدیو کنفرانسی ریاست محترم جمهوری آغاز عملیات این مجموعه مشترکاً شروع شد و امروز گندله رو به بهره برداری میرسونیم. خیلی ممنون و متشکر. کار بسیار بزرگ و عظیمی انجام شده در ذوب آهن پاسارگاد از سرمایه گذار، از همه مهندسین، کارگران. تشکر و سپاسگزاری میکنم. و خب در شرایطی که عده‌ای هستند که متاسفانه سرمایه هاشون رو در مسیر ناصحیح به کار میبرند، امروز میبینیم یک سرمایه گذار بزرگی مثل آقای مطهری سرمایه‌اش رو در مسیر تولید و در مسیر اشتغال کارگران و عظمت کشور به کار گرفته. ما از همه سرمایه گذاران و کارآفرینان بخش خصوصی تشکر و سپاسگزاری میکنیم. به نام خداوند بزرگ و با توسل به روح پیامبر عظیم الشأن اسلام، طرح توسعه تولید آهن اسفنجی و همچنین طرح توسعه تولید گندله آهن پاسارگاد رو افتتاح بفرمایید. علی برکت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی. از بزرگواری و حسنیت و توجه جناب عالی به استان اصفهان تقدیر و تشکر میکنم. من به لحاظ زیر وقت و به احترام حضرت عالی وقت شریف شما را زیاد نمیگیرم. دو سه هفته قبل از این در گروه صنعتی انتخاب موارد کلیات صنعت، ویژگی های صنعت استان را به استحصالتون رسوندم. با توجه به اینکه فکر میکنم که در رابطه با ویروس کووید 19 حضرت عالی فرمودید، صرفا به استحصار حضرت عالی میرسونم که تو این دو سه ماهی که ما ویروس کووید 19 رو باش دست و پنجه نرم میکردیم، علارغم تحریم های اقتصادی، تحریم های بین‌المللی و بحرانی که از ویروس کرونا داشتیم، ما تعداد 78 فقره پروانه بهره برداری در استان با سرمایه گذاری 3460 میلیارد تومان و اشتغال 12000 نفر در استان اصفهان صادر کردیم. من خوشحالم که به استحصار حضرت عالی برسونم که 231 فقره جذب سرمایه گذار جدید که پیشبینی سرمایه گذاری با 3745 میلیارد تومان و اشتغال 9000 نفر را به دنبال داشته در برنامه داریم. و باز در جهت اجرای دستورات حضرت عالی در بخش معدن خوشحالم که به استحصارتون برسونم در اجرای دستور حضرت عالی در سمینار استانداران از نظر تعداد معادن فعال 838 معدن فعال را داریم با اشتغال بیش از 10000 نفر و در رتبه اول کشوری قرار داریم. اجازه بفرمایید یک جمله هم در رابطه با غیر صنعت محضرتون عرض بکنم. همین الان که من برای این جلسه می اومدم، مدیریت جهاد کشاورزی با من تماس گرفت، بیش از 90000 تن گندم شهرستان اصفهان تا حالا خریداری شده و مایلم مراتب تقدیر و تشکر کشاورزای اصفهان را از بابت اینکه بسیار ظرف یک هفته پول گندمشون پرداخت شده به استحصار حضرت عالی برسونم. در خصوص میزان تسهیلات اقتصادی یافته به استان هم برای کرونا از اون مبحث 50000 میلیارد تومان رتبه دوم کشوری را ما بعد از تهران داریم و در بانک‌ها هم رتبه سوم کشوری را از نظر جذب میزان تسهیلات 12% بسیار خوب استان داشت. متشکرم. اگر دستوری دارید در خدمت حضرت عالی هست. خیلی متشکر آقای استاندار از حرکت بسیار خوب تولیدی که در سال جهش تولید در استان اصفهان در حرکت موجب خوشحالی همه ما هست. با آرزوی موفقیت بیشتر، آماری که در جذب سرمایه گفتید و همچنین افتتاحایی که در این مدت گفتید، هر دوش بسیار امیدوار کننده بود. به نام خداوند بزرگ و با توسل به روح مولای ما امام هشتم علیه السلام، واحد تولید شهدینه آران هشت بهشت رو افتتاح بفرمایید. علی برکت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.